در خدمتتون هستم امروز با آموزش کیک بسکویتی. برای تهیه این کیک نیاز داریم به شیر 2 پیمانه، شکر 2 پیمانه، پودر کاکائو 2 قاشق غذاخوری پر، تخم مرغ 2 عدد، کره 25 گرم، آرد سفید 2 پیمانه، بسکویت پتیبور به میزان لازم و مقداری هم وانیل. برای تهیه این کیک نیاز داریم که اول تخم مرغ رو به همراه شکر با همزن خوب هم بزنیم. تخم مرغ، شکر و وانیل رو. وانیل هم به ازای هر یه دونه تخم مرغ 1 نوک چاقو وانیل رو اضافه میکنیم. من اینا رو با همزن هم میزنم تا جایی که حجمش 2 برابر بشه و کاملا رنگش روشن بشه. حالا 1 ظرف چدنی یا تفلون رو من این رو داخلش میریزم کامل. خیلی راحت آماده میشه. این باید روی گاز مرتبا هم بخوره تا اینکه قوام بیاد این کرم. این کرمو از پودر کاکائو استفاده کردم، شکلاتی، ولی اگه شما دوست داشتین شکلاتی نباشه به ازای اون 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو میتونید آرد استفاده کنید. این شیرم بهش اضافه میکنم. درسته؟ آرد رو، پودر کاکائو هم اضافه میکنم. البته حتما باید آرد و پودر کاکائو رو الگ کنید که گلوله نشه. همه اینا رو وقتی که مخلوط شد با هم، بله، اینا رو همه با هم من روی حرارت ملایم میذارم، مرتبا هم میزنم تا جایی که کاملا قوام بیاد، مثل یک فرنی بشه، یک کمی سفتر، و وقتی که خنک شد، وقتی که از روی حرارت برداشتم، کره رو اضافه میکنم. من از این قالب کمربندی استفاده کردم. این دیواره ظرف از کف ظرف جدا میشه، ولی شما اگر این قالب رو در منزل نداشتید میتونید از لیوانای بلور یا الان این جنسش حالت پلاستیکی یک بار مصرفه، میتونید از اینا استفاده کنید که شکلات از توی ظرف پیدا باشه، یا اینکه یک قالب گرد رو، یک سلفون یا پلاستیک بکشید داخل اون. بعد این بسکویت ها رو باید ایستاده و کف ظرف کاملا بچینید. این برای دیواره دور کرمه. بعد کرم که خنک شد باید یک مقداری از این کرم رو داخل این قالب بریزید، دوباره یک ردیف بسکویت بچینید. همین کار رو انجام بدید. حدود 4 لایه شما میتونید اینو پر کنید تا اینکه به لبه ظرف برسه. بعد روی این رو با هر چیزی که دوست داشتین، مثل شکلات تخته‌ای رنده شده، ترافل رنگی، یا اینکه پودر فندق و گردو، میتونید روش رو تزیین کنید. این کیک رو فقط من برش دادم که دوستان ببینن، این لایه های بسکویت رو قشنگ داخلش ببینن. این وقتی که کرم رو حتما پهن میکنید، سعی کنید تا 4-5 لایه حتما از بسکویت استفاده کنید. این دیواره کیک هم که میبینید بسکویت ها خیلی قشنگ ایستاده میستن و کاملا میچسبن به این کرم، به خاطر اینکه توی قالب کمربندی درست شده. باید حتما در یخچال حدود 4-5 ساعت باشه تا کاملا خودش رو بگیره. گوشم با فندق خرد شده من تزیین کردم. شما از هر چیزی که دوست داشتید میتونید تزیین کنید، با هر شکلات تخته‌ای، چیپس شکلات، ترافل رنگی، حتی با خامه فرم گرفته هم دوست داشتید میتونید تزیین کنید.